سرخط خبرها آب پاکی آمریکا روی دست ایران برجام از دستور کار خارج شد CNN مدعی شد در پهپادهای شاهد 136 قطعات آمریکایی به کار رفته است وزارت امور خارجه ایران کاریکاتور شالی عبدورا محکوم کرد سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید آب پاکی آمریکا روی دست ایران برجام از دستور کار خارج شد در ادامه اظهارات مخرب و تحریک مقامات غربی مبنی بر به بنبست رسیدن روند احیای توافق هسته با ایران واشنگتن بار دیگر از عدم توجه به این مسئله خبر داد نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت که دولت جو بایدن احیای توافق هسته ای را از دستور کار سیاست خارجی خود مرتبط با ایران خارج کرده است به نوشته وبگاه ریانوبستی پرایس طی نشست خبری در این وزارتخانه اظهار داشت که آمریکا اکنون روی کارشکنی در همکاری نظامی فنی بین ایران و روسیه تمرکز کرده است وی در این باره توضیح داد برجام برای ماهاست که از دستور کار خارج شده است اولویت دستور کار ما انجام هر کاری است که می توانیم تا حقوق مردم ایران را حفظ کرده و با همکاری روزافزون امنیتی بین ایران و روسیه مقابله کنیم از سوی دیگر کاغ سفید نیز میگوید که به دنبال ضربه زدن به صنعت تولید هواپیماهای بدون سرنشین توسط ایران و جلوگیری از رسیدن قطعات آمریکایی به آنهاست خبرگزاری رویتر به نقل از آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نوشت ما در حال ارزیابی گامهای بیشتری در حوزه کنترل صادرات هستیم تا دسترسی ایران به فناوریهای مورد استفاده در پهپادها را محدود کنیم پیش از این نیز پایگاه خبری آمریکایی المانیتور در گزارشی از تلاش فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه برای روی آوردن به مدل جدید به منظور مهار ایران خبر داده بود. CNN مدعی شد در پهپادهای شاهد 136 قطعات آمریکایی به کار رفته است. شبکه خبری آمریکایی CNN در گزارشی اختصاصی گفت که در یکی از پهپادهای جنگی ایرانی سرنگون شده از قطعات تولید شده توسط بیش از ده شرکت آمریکایی استفاده شده است. شبکه خبری آمریکایی CNN در گزارشی اختصاصی گفت بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی اوکراین به نظر میرسد چهل قطعه از مجموع 52 قطعه که اوکراینی از پهپاد ایرانی شاهد 136 در 13 شرکت مختلف آمریکایی ساخته شده و 12 قطعه دیگر نیز ساخت شرکت های کانادایی، سوئیسی، ژاپنی، تایوانی و چینی است. به گزارش انتخاب شبکه خبری آمریکایی CNN در گزارش اختصاصی گفت در یکی از پهپادهای جنگی ایرانی سرنگون شده از قطعات تولید شده توسط بیش از ده شرکت آمریکایی استفاده شده است در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی اوکراین به نظر میرسد چهل قطعه از مجموع 52 قطعه ای که اوکراینی ها از پهپاد ایرانی شاهد 136 برداشتند در 13 شرکت مختلف آمریکایی استفاده شده و 12 قطعه دیگر نیز ساخت شرکت های کانادایی، سوئیسی، ژاپنی، تایوانی و چینی است این گزارش میگوید سندی مبنی بر اینکه این شرکت ها قوانین را عمدن نقض کرده باشند موجود نیست کارشناسان به CNN گفتند حتی با وجود اینکه بسیاری از شرکت ها افزایش نظارت بر اجرای درست قوانین صادراتی را میدهند کنترل مقصد نهایی این قطعات پرکاربرد در بازار جهانی اغلب برای تولید کنندگان بسیار دشوار است این گزارش میگوید در ارزیابی اطلاعاتی اوکراین گواه دیگری است که نشان می دهد با وجود تحریم ها جمهوری اسلامی ایران همچنان به فناوری های تجاری دسترسی گسترده ای دارد CNN می نویسد گزینه های جلوگیری از رسیدن این قطعات به ایران محدود است. آمریکا سالها محدودیت و تحریم های سختگیرانه ای را برای کنترل صادرات وضع کرده است تا از دستیابی ایران به اقلام با کیفیت بالا جلوگیری کند. حالا مقامات آمریکایی به دنبال افزایش اجرای تحریم ها هستند و شرکت ها را تشویق می کنند تا زنجیره های تامین قطعات را بهتر رسد کنند و افراد و شرکت های را که قطعات را در اختیار ایران قرار می‌دهند شناسایی کنند. وزارت امور خارجه ایران کاریکاتور شالی عبدوران محکوم کرد. نشریه لوموند کاریکاتور علی خامنه ای به گزینش شالی را منتشر کرد. لوموند نوشت این کاریکاتور در ویژنامه هفتم ژانویه به مناسبت همین سالگرد حمله به دفتر شالی عبدو و در حمایت از زنان و مردان ایرانی در مبارزه با دیکتاتور مذهبی منتشر شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت اقدام توهینآمیز و خارج از نزاکت نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دیری و سیاسی بدون پاسخ قاطع و موثر نخواهد بود وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد به دولت فرانسه اجازه نمیدهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد